یوسف مقداد 20 سال باز این کوچه ها را ندیده بود و فکر میکرد به جای آباد برمیگردد و زندگیش را با اهل آیله ادامه میدهد. بعدی بیرون آمدن از زندان اسرائیل به زادگاهش آمد و فقط ویرانه ها را دید. خانه هایی را که بر اثر بمباران نیروهای اسرائیل به خاک یکسان شدند. در محله گشت و گذار دارد که فلسطینیان بی سرپناه در ساحل بحر خیمه و چادر زدند و زندگی میکنند. فلسطینیانی که در نتیجه عملیات و ضربه های هوایی نیروهای اسرائیل بارها بی خانه و در شدند. من از دیدن این همه ویرانه ها مردم بیجا شده به حیرت افتادم. هیچ کس در خانهش زندگی نمی کند. قحطی را دیدم. عادی ترین شرایط زندگی در غزه وجود ندارد. من گرد و اطراف را نگشتم چون ماشین نیست، بنزین نیست. مردم 500 متر قدم زدن هم نمی خواهند چون از دیدن رنج و عقوبت افسرده می شوند. حیا دختری خوردی و دوست داشته مقداد 4 ساله بود است که او را زندانی کردند. ماه مارس امسال در ضربه هوایی اسرائیل کشته شد. یکی دیگر از 38,000 فلسطینی که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه جان دادند. وقتی ازدواج کرد و را همچون عروس ندیدم، اما آرزو داشتم که با بچه هایش ببینم. ماه رمضان وقتی در زندان بودم به من خبر دادند که با 4 فرزند و شوهرش شهید شده است. با وحشت افتادم. مثل آن بود که مرا از آسمان رعد و برق زد. یوسف مقداد را نیروهای اسرائیل سال 2002 در یک محله کناری شهر غزه دستگیر کردند. با عضویت در گروه شهیدان الاقصا جنای مسلح سازمان فتح گناهکار دانسته شد و حکمش را در چند زندان اسرائیل ادا کرده است. میگوید بعد آنکه حماس روز 7 اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 250 کس را گروگان گرفت، فضای زندانهای اسرائیل فوق العاده تغییر کرد. به ادعای او زندانیان را عذاب می دادند، گرسنه می گذاشتند و تحقیر می کردند. اسرائیل برای شیوه جنگ در غزه تحت فشار بین المللی قرار دارد و گزارش های زیاد درباره بدرفتاری با محبوسان در زندان های اسرائیل به این فشار افزوده است. وزارت امور خارجه آمریکا ماه می گفت که ادعاها درباره بدرفتاری ماموران امنیتی اسرائیل با بازداشت شدگان فلسطینی را تحقیق می کند. خبرگزاری رویترز می گوید ارتش اسرائیل به درخواست درباره شرح شرایط زندان ها پاسخ نداده است.